سلام دوستای خوبم، به کانال فرست هرز یا اول سلامتی خوش اومدید. با یه ویدیوی عالی دیگه در خدمتون هستم. امروز میخوام توی این ویدیو راجع به دوتا مطلب صحبت کنم که به هم دیگه مربوط میشن. اولین مطلب اینه که در مورد یه بیماری خاموش پوکی استخوان که تقریبا میشه گفت بالای 80-90 درصد ایرانی ها چه در سنین جوانی و یا چه در سنین میانسالی و یا چه در سنین پیری همه بهش مبتلا هستند و هیچ کسی از اون خبر نداره. و مطلب دوم برای شمایی که مشمول وظیفه خدمت سربازی هستی، میتونی به راحتی و با این روشی که اصطلاح برای شما هستش، قانونی که برای شما هستش و شما نمیدونستی، به راحتی میتونی بری و معافیت از رزم یا معافیت کامل از سربازیت رو بگیری. شما شاید فکر بکنی مخاطب من اون دسته از جوانهایی هستن که الان شاید ویدیو من رو دارن میبینن و با خودشون فکر میکنن که خب این ویدیو که مربوط به ما نمیشه. خیر، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، این یک بیماری پنهان هستش و 90 درصد ایرانی ها هیچ فرقی نمیکنه جوان، میانسال و یا پیر بهش مبتلا هستن. پس تا آخر ویدیو تماشا بکن و حتما این کار رو بکن. شمایی که مشمول خدمت وظیفه سربازی هستی و یا شمایی که به قول معروف اصلا نیاز به خدمت سربازی نداری یا خارج کشور هستی یا هر جای دیگه، حتما برید و این تست رو انجام بدید و الان پیشگیری بکنید تا اینکه در سن پیری به مشکلات خیلی بزرگی بخورید. خب قبل از هر چیز، همون جور که طبق روال همیشه داشتیم، لطفاً کانال من رو سابسکرایب بکنید و من رو مورد حمایت خودتون قرار بدید. بریم در مورد پوکی استخوان، این بیماری خاموش، صحبت کنیم. همون جوری که خدمتون عرض کردم، 90 درصد ایرانی ها متاسفانه مبتلا به این بیماری هستن. همونجوری که خود من مبتلا به این بیماری بودم و این کار رو کردم، متوجه شدم، و همونجوری که از دوستان من که 20 سالش هستش مبتلا به این بیماری بود و از این طریق تونست به اصطلاح از خدمت سربازی معاف کامل بشه. ببینید این بیماری اصلا چی هستش و از کمبود چه چیزی باعث این بروز این بیماری میشه. این بیماری عرضم به حضورتون که نسبت مستقیم به نور آفتاب داره، ولی متاسفانه خیلی هم ما فکر میکنیم که خب تو ایران نور آفتاب کافی ما داریم. خیر، اینجوری نیست. نور آفتاب باید یه شرایطی داشته باشه که تا بتونید کاملا جذب بدن بشه و این بیماری زمانی به اصطلاح به وجود میاد که شما کمبود ویتامین D که همون منبعش نور آفتاب هست و کمبود کلسیوم که این دوتا به هم دیگه مرتبط هستن. اگر ویتامین D کافی در بدن نداشته باشی، این کلسیومی که شاید شمایی که به خودت بگی خب من شیر و لبنیات و اینا خیلی مصرف میکنم، بس من مشکل کلسیوم ندارم، بس به طب مشکل پوکی استخوان ندارم، خیر، شما نیاز به ویتامین D داری و اگر این تامین نشه، این کلسیومی که به بدنت میرسه جذب بدن نمیشه و دفع میشه و شما هم شامل این بیماری خاموش خواهی بود و باید حتما رفت تست داد. حتما دوستان عزیز، چه پیر چه جوان چه میانسال، برید این کار رو بکنید، این تست رو بدید. خب توضیح دادیم که از چه چیزی به اصطلاح سرمنشأ چه چیزی هست که باعث بروز این بیماری میشه. حالا ما تو ایران چون آفتاب داریم فکر میکنیم که خب این بیماری رو نداریم. گفتم این
شرایط خاصی میخواد برای جذب نور آفتاب که اون شرایط خیلی وقتا معین نیست، مثلا هوا ابریه یا نور آفتاب و به صورت مستقیم به بدن بخوره و خیلی چیزهای دیگه که بتونه این کلسیم با ویتامین دی با هم دیگه این بیماری خاموش رو ازش جلوگیری بکنه. خب دکتری که به اصطلاح شما باید بهش مراجعه بکنید دکتر روماتولوژی هستش و تستی که شما باید تقاضا بکنید تست سنجش تراکم استخوان هستش. شمایی که جوان هستید و مشمول خدمت سربازی هستید ممکنه به دکتر روماتولوژی مراجعه بکنید و دکتر به شما بگه که نه شما جوانید اصلا امکان نداره، حتما پافشاری بکنید و حتما بگید خیر، حالا بهونه‌های مختلف بیارید، پدرم مادرم و کل خاندان مثلا این بیماری رو داره و من احساس میکنم ارثی و به منم میرسه، پافشاری بکنید، حتما این تست رو براتون بنویسه. بس دکتر مربوطه دکتر روماتولوژیه و تست مربوطه تست سنجش تراکم استخوان هستش. وقتی جواب این تست رو میگیرید، جواب این تست به صورت نموداری که به اصطلاح اینجا عکسش رو براتون گذاشتم به صورت سه رنگ نمایش داده میشه، سبز، زرد و قرمز. و اگر شما توی محدوده قرمز باشید معاف کامل هستید و اگر توی محدوده زرد باشید معاف از رزم هستید. من اینجا به شما دوست عزیز میگم که این معافیت پزشکی قانونه توی به اصطلاح کسایی که مشمول خدمت سربازی هستن، بس اونها نمیتونن به اصطلاح چه معاف از رزم چه معاف کامل رو به شما ندن، چون قانون تو آیین‌نامه معافیت پزشکی شما داخل اینترنت هم بزنید سرچ کنید بخش 16 عرضم به حضورتون که بند 6ش در مورد پوکی استخوان هستش که دو تا قسمت الف و ب، الف معاف از معاف کامله و ب معاف از رزم هستش و گفتم معاف کامل زمانیه که تو محدوده قرمز شما قرار بگیرید و معاف از رزم زمانی که تو محدوده زرد رنگ قرار بگیرید. مطمئن باشید 100% شماها نباشه 90% شما به این بیماری مبتلا هستید و اگر 70% معاف کامل رو نگیرید معاف از رزم رو حتما میگیرید. خبر خوش برای شما، حتما برید این کار رو بکنید ولی پافشاری بکنید به دکتر مربوطه که حتما این تست سنجش تراکم استخوان رو برای شما بنویسه. دکتر مربوطه دکتر روماتولوژی، فراموش نکنید. بعد از اینکه جواب این تست رو بگیرید توی دو تا به اصطلاح محدوده که بهتون گفتم زرد و قرمز، قسمت قرمز رنگ بهشون میگن استیوپروز و قسمت زرد رنگ بهش میگن استیوپنی. استیوپروز که تو محدوده قرمز رنگ قرار میگیره که باعث معافیت کامل شما قرار میگیره بالاتر از درصد 2.5% است و قسمت زرد رنگ که شما رو باعث میشه باعث معاف از رزم شما میشه بهش میگن استیوپنی و بین 1 تا 2.5% هستش تو محدوده زرد رنگ قرار میگیره. بس این جواب تست شما خواهد بود و دستگاهی که به اصطلاح این تست رو انجام میده مثل دستگاه رادیولوژی روی بدن شما میاد و کل بدن رو مورد چکاپ قرار میده ولی مثل دستگاه رادیولوژی اشعه خاصی نداره که بخواد به بدنتون آسیب بزنه، بس اصلا نگران این موضوع نباشید. و عرضم به حضورتون که بعد از این که شما این تست رو انجام دادید و جواب تست رو گرفتید و بسیار خوشحال هستید از یه باور که چون توی محدوده قرمز رنگ هستید و شما معاف کامل هستید، خب چجور این اقدام رو بکنید؟ شما که به اصطلاح این ویدیو رو میبینید بلافاصله میرید دفاتر پلیس به اضافه 10 و ازشون میخواید که فرم معافیت پزشکی رو به شما بدن و شما این فرم رو
به اصطلاح پر میکنی و برای نظام وظیفه میفرستید. بعد از این کارهای اداریش شما به اصطلاح باید برید به دکتر نظام وظیفه و اونجا به اصطلاح جواب تستتون رو میبرید و این دکتر نظام وظیفه شما رو به دکتر روماتولوژی بازم زیر نظر خودشون که مورد اطمینان خودشونه ارجاع میده و اونجا دوباره شما به اصطلاح تست رو از شما میگیرن و مسلما 100% جواب با دوباره همون چیزی است که در دستتون خواهد بود و با اون جواب شما وارد به اصطلاح قسمت تصمیم گیریشون میشید و اونجا مادرم میدونید طبق آیین نامه به اصطلاح نظام پزشکی معافیت پزشکی بخش 16 این آیین نامه بند 6 در مورد پوکی استخوانه و شما قانونا باید به اصطلاح یا معاف از رز بشید اگر تو محدوده زرد بشید یا معاف دائم بشید توی محدوده قرمز بشه. حالا سوالاتی هم اونجا ممکن ازتون بپرسن که آیا درد دارید ندارید، این اصلا نیازی نیست که مثلا بخواید بزرگ نمایی کنید، این اصلا دردی نداره، میتونید بگید دردی نداره، ولی قانونا میتونید بگید که شما طبق این قانون باید معاف بشید و 100% این اتفاق برای شما میفته و همونجور که اول این ویدیو گفتم من خودم این تست رو دادم و دوست و این بند رو رفتم راجبش سرچ کردم و دوست من که 20 سالشه تو ایران وقتی بهش گفتم این کار رو بکنه رفت و این کار رو کرد و معافیت دائمش رو گرفت. حالا این یه بخش قضیه، بخش دیگه شمایی که اصلا نیاز به سربازی نه حتما برید این تست رو انجام بدید چون در پیری خیلی دیدیم پدران ما مادران ما دیدیم استخوناشون میشکنه یا خیلی شنیدیم که دکتر میرن و میگن پوکی و استخوان دارن. شما از همین الان میتونید جلوش رو بگیرید با انجام دادن این تست و خریدن به اصطلاح قرص ویتامین D و کلسیوم با هم مصرف بکنید. حتما این موضوع رو جدی بگیرید، واقعا بیماری خاموشی هستش و همین الان میتونید جلوش رو بگیرید، خیلی مهم هستش. مرسی بابت توجهتون و اگر خوشتون اومد من رو مورد حمایت خودتون قرار بدید با سابسکرایب کردنتون. ویدیو بعدی که ما خواهیم داشت در مورد عرضم به حضورتون که خرید اینترنتی در آلمان هستش و در مورد پیپال، بانک مجازی و سایت اوتو، این ویدیوها رو خواهم براتون داشت. حتما سابسکرایب بکنید، حتما من رو دنبال بکنید. تا ویدیو بعدی شما رو به دست خدا میسپارم، شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.